عشق و خیانت قسمت 17. ما زندگی شیرینی را شروع کرده بودیم. من همچنان کار می کردم، اما شبها زودتر به خانه می آمدم. بچه ها بزرگتر شده بودند و دوست داشتم اگر ظهر به خاطر قوانین مدرسه نمی توانستم به موقع به خانه برسم، اما شبها غذایی درست می کردم و همه دور هم با خنده و خوشی شام می خوردیم. از کامی خواسته بودم بیشتر به خانواده اولش رسیدگی کند و اجازه بدهد من حداقل هزینه های بچه هایم را خودم تأمین کنم. اما او هم هرچه احساس می کرد نیاز داریم سعی می کرد به خانه بیاورد. خب میوه و سبزیجات که هر هفته به حد وفور میرسید برای مدرسه هم به نام من میفرستاد و من به عنوان اینکه با چند میدانی آشنا شدم، رابطه پیدا کرده ام و نیازهای معلمین را میپرسیدم و به کامی میدادم و او همه چیز را به مدرسه میفرستاد و من پولش را میگرفتم. اما کامی از من قبول نمی کرد و می گفت من سود لازم را در همین میدان می برم، آن هم پول تو جیبی تو باشد. به همین دلیل کمی از کار رانندگیم کم کرده بودم و بیشتر به خانواده‌ام می پرداختم. بچه ها هم خوشحال بودند و خوب درس می خواندند. کامی در مقابل تمام محبت‌هایش از من یک چیز می خواست و آن این که می گفت تو زن پسرزایی هستی، یک پسر برای من بیاور. و آنقدر گفت و گفت تا من راضی شدم که باردار شوم و یک پسر بسیار زیبا به دنیا آوردم. نامش را شایان گذاشتم. شایان با کمک پدرش آهسته آهسته بزرگ می شد و خیلی برای کامی عزیز بود. 5 سال زندگی ما در آن خانه و به این ترتیب گذشت. کامی از دست زنش خسته و نالان شده بود و می گفت باید رسماً از او جدا شوم. خیلی اذیتم می کند، تا جایی که بعضی شبها که خیلی عصبی بود در خانه من می ماند و به خانهش نمی رفت. او فهمیده بود که کامی ازدواج دوم کرده. یک روز به کامی گفتم اجازه بده من باهاش صحبت کنم و کامی گفت هر کاری میخواهی بکن، من جانم به لبم رسیده است. به همسرش تلفن زدم و خودم را به او معرفی کردم و با لحنی بسیار مهربان و خواهرانه از او خواستم که در یک رستوران همدیگر را ببینیم. سر ساعت او آمد. خیلی عصبی به نظر می رسید. صورتش را بوسیدم و گفتم ما دشمن هم نیستیم. حالا این اتفاق افتاده، بیا با هم مثل دو خواهر مهربان باشیم، حداقل به خاطر فرزندانمان. و او سکوت کرد. آن روز با هم نهار خوردیم و من او را سوار ماشینم کردم و به خیابان لاله‌زار بردم. ازش خواهش کردم چند دست لباس به سلیقه خودش بخرد و من گفتم که میخواهم به مناسبت آشنایی من به تو کادو بدهم. او هم یک بلوز و ژاکت انتخاب کرد و من پولش را پرداختم. رویش را بوسیدم و هر کدام به خانه خودمان رفتیم. فکر می کردم روابطشان بهتر شود، اما به خصوص وقتی دخترهایش فهمیدند و از بدتر شد و روابط تا حدی تیره شد که یک شب که به خانه رفت، یک ساعت بعد برگشت با یک گونی. تازه خوابیده بودم که در کوچه باز شد. تعجب کردم، برخاستم، دیدم کامی به خانه برگشته. پرسیدم کامی چه شده؟ گونی را کنار راه رو گذاشت و گفت لباسهایم را داخل این گونی ریخته بودند، تا خواستم در را باز کنم از بالا پرت کردند روی سرم و گفتند برو هر جا که تا حالا بودی. کامی خیلی عصبی بود. یک لیوان آب بهش دادم و گفتم مشکلی نیست، این مسائل پیش میاد، ناراحت نباش. شایان که کنار من خوابیده بود از صدای ما بیدار شد و گفت بابا اومدی؟ کامی بغلش کرد و گفت آره عزیزم اومدم، دیگه هم نمیرم. و از آن به بعد کامی پیش ما ماندگار شد.
می گفت دخترانش حتی حاضر نشدند او را ببینند. از همه آنها دل کنده بود. روزها پشت سر هم می گذشت. من همچنان بعد از ظهرها به مسافرکشی می پرداختم. صبحها که به مدرسه می رفتم شایان را با خودم به مهد کودک می بردم و بعد از ظهر پدرش از او مواظبت می کرد. جنگ شروع شده بود و اوضاع به شدت به هم ریخته بود. شاهین و شهاب هر دو دیپلم گرفته بودند و به دانشکده خلبانی می رفتند و شهرام هم سال آخر دبیرستان بود. من بچه هایم را مؤمن و بسیار دیندار بار آورده بودم و به همین دلیل آنها جوانان متعهد و سالمی بار آمده بودند. جنگ بین ایران و عراق بیداد می کرد و هر روز شاهد شهادت جوانان ایران زمینمان بودیم. ته دلم از اینکه دو پسرم می خواستند خلبان شوند می لرزید، اما حرفی نمی زدم. فقط از خداوند برایشان سلامتی آرزو می کردم. من پول زیادی پس انداز کرده بودم، به خصوص از وقتی که کامی وارد زندگیم شده بود. من خیلی خوب می توانستم پس انداز کنم. فکر می کردم به زودی می توانم یک خانه بخرم و به این امید بودم که مسافرکشی را کنار نگذاشته پادرد و کمردرد هم داشتم، اما هنوز در وجودم نیروی جوانی را احساس می کردم. هرچه پس اندازم بیشتر می شد امیدم هم به صاحب خانه شدن بیشتر می شد و نیروی بیشتری هم پیدا می کردم. شایان در خانه عزیز همه خانواده شده بود و خودش را برای همه به خصوص پدرش خیلی لوس می کرد، ولی من فقط سعی در تربیت او داشتم و دوست داشتم یاد بگیرد روی پای خودش بایستد. زندگی می گذشت و جنگ ادامه داشت. به سال چهارم جنگ رسیده بودیم. کامی از من خواهش کرد که از رانندگی و مسافرکشی دست بردارم. او می گفت همه جا ناامن است. راست می گفت. دائما عراق بمب و موشک به شهرهای ما از جمله تهران می ریخت. شاهین و شهاب کارشان را شروع کرده بودند و من فقط توانستم برایشان دعا کنم. تا اینکه یک روز که حمله عراقی ها خیلی شدید بود شنیدم که یکی از هواپیماهای جنگی ایران را زدند. سراسیمه به محلی که پروازها را هماهنگ می کرد زنگ زدم و سراغ پسرانم را گرفتم. گفتند هیچ اطلاعی نداریم. امیدوار بودم خلبان این جنگنده چه بچه من یا بچه دیگران باشد از بین نرفته باشند، حداقل اسیر شوند یا بتوانند فرار کنند، در هر حال روزی به آغوش خانواده هایشان باز گردند و دیگر خواب و آرامش از وجودم رخت بربسته بود. گاهی هم نگران بودم و شهرام هم حالت سرگردانی شدیدی داشت. برخواستم و گفتم باید بروم و ببینم چه بر سر فرزندانم آمده است. کامی از شهرام خواهش کرد که مراقب شایان باشد و با من آمد. اجازه نداد من رانندگی کنم و گفت تو با این حالی که داری یک بلایی به سر خودت می آوری. خلاصه این که به هر جایی که مربوط به پروازهای هواپیماهای جنگنده می شد سر زدیم. از همه سوال کردیم، به هر دری زدیم، از هیچ کس جوابی نشنیدیم و همه ظاهراً می گفتن نمی دانیم که خلبان هواپیماهای جنگی که سقوط کرده چه کسی بوده است. البته بعداً فهمیدم، اما نمی خواستن به ما بگویند، نکند برایشان مشکل ایجاد شود. ناامید به خانه برگشتیم. خوابم نمی رفت. نشسته بودم و چشم به در حیاط دوخته بودم که کلیدی در قفل در حیاط چرخید و شاهین با سر روی به هم ریخته و پریشان وارد شد. به طرفش پریدم. در حالی که زار زار گریه می کردم گفتم شاهین پسرم تو حالت خوب است؟ گفت من خوبم مادر. گفتم شهاب کجاست؟ گفت نمیدانم، از او خبر ندارم. چطور تو نمیدانی؟ شماها همکار بودید. از صبح تا حالا از هر که میپرسم میگویند نمیدانند. تو به من بگو برادرت کجاست؟ و او در حالی که اشکهایش روی گونه هایش میریخت
گفت مامان شهاب به بهشت رفت. شهاب شربت شهادت را نوشید. من دیگر چیزی نشنیدم و نقش زمین شدم. در عالم خودم به بهشت رفتم. شهابم را دیدم، بوسیدم و بوییدمش، اما از او گلایه کردم. پسرم، تو چطور بدون اجازه من به بهشت رفتی؟ بهشت در کنار من هم بود. من که تمام سعیم را کردم که خانه را بهشت کنم، کافی نبود؟ دوست نداشتی؟ پس چرا مرا دلواپس کردی؟ خب مرا هم با خودت می بردی. او مرا در آغوش گرفت و گفت مامان بر می گردم و تو را با خودم می برم. صبر کن. کی؟ تا کی باید صبر کنم؟ خواستم جلوی رفتنش را بگیرم که به ناگهان چشم گشودم. روی یک تخت بستری بودم و پزشک و پرستار کنارم بودند. شهرام و شاهین کنار اتاق ایستاده بودند و کامی در حالی که شایان را در آغوش داشت همه به من خیره شده بودند. وقتی نگاهی به همه کردم و پرسیدم شهاب کو؟ الان اینجا بود؟ کجا رفت شاهین؟ شاهین جان برو بهش بگو بیاد، باهاش کار دارم. با یک آمپول که پرستار بهم تزریق کرد دوباره به خواب رفتم. نمیدانم کی به خواب رفتم و کی بیدار شدم. دکتر گفت مادر من باید بروی به خانه‌ات و صبر پیشه کنی. تخت‌های این بیمارستان‌ها را مجروحین جنگ اشغال کرده‌اند. شما هم جایت را به یک مجروح جنگی بده. گفتم من میروم. بله من میروم. با کمک شاهین و کامی برخاستم و به خانه رفتم. خانه دور سرم میگشت، اما با خودم گفتم مرضیه، تحمل کن. به جز تحمل چاره‌ای نداری. آب ریخته به کوزه بر نمیگردد. بچه های دیگرت هم به تو نیاز دارند. کامی مراسم برپا کرد و دوستان و آشنایان و همکارانم، پدر و مادرم، زهره خانوم و حاجی و بچه هایشان، حاج خانوم، حتی همسایه ها همه به دیدن من آمدند و چیزی می گفتند که آتش بر جانم می زد. عده‌ای می گفتند شهادت پسرت مبارک و عده‌ای می گفتند تبریک. این دیگر غیر قابل تحمل بود. داشتم فکر می کردم که شاهین و شهاب را داماد کنم و حالا که معلوم نیست هر تکه ای از پیکر شهابم کجاست، اینها به من تبریک و مبارک باد می گویند. جواب نمی دادم و دردم را در قلبم می ریختم. با اراده قوی که داشتم تمام تلاشم را کردم که صبور باشم و زندگی را ادامه دهم. با همه سختی هایم جنگیده بودم و حالا باید با مشکلی می جنگیدم که قلبم را خونین کرده بود. اکبر نام خلبان جنگنده ایران را شنیده ولی به روی خودش نیاورد و همچنان سرش به کارش و زن و بچه جدیدش گرم بود. کامی خیلی به من و بچه ها محبت می کرد، خیلی با من حرف می زد و وقتی به او گفتم که این خانه را نمی توانم تحمل کنم، همه جای این خانه فریادی از خالی بودن جای شهاب دارد، گفت عزیزم در این مدت که تو سرگرم بودی من هم با مشکلات زیادی دست به گریبان بودم. مشتریان من بارهایشان را به افراد دیگری دادند و من تقریبا بیکار شدم. باید بروم شمال و دنبال باغداران دیگری بگردم. وقتی برگردم برای خرید خانه کمکت می کنم. قبول کردم، اما هیچ کس نمی توانست درک کند که در قلب من چه می گذرد. نه قابل تحمل نبود. پس اندازم در بانک بود. به سراغش رفتم. حدود 1,300,000 تومان پول داشتم. دوباره به تابستان رسیده بودیم و مدرسه نداشتم. شروع به گشتن برای خرید خانه کردم تا اینکه بعد از جستجوی زیاد موفق شدم در یکی از خیابان‌های جنوبی خیابان شاهرضا یا انقلاب امروزی یک خانه کوچک پیدا کنم. خانه‌ای که یک طبقه ساختمان داشت، شامل 3 اتاق و آشپزخانه و حمام و دستشویی و کلاً 80 متر زمین که شامل یک حیاط کوچولو هم می‌شد.
فوراً موافقتم را اعلام کردم و ظرف 15 روز آنجا را خریداری نمودم. وقتی تلفنی به کامی اطلاع دادم، فوراً از سفر برگشت و برای اسباب کشی کمک کرد. شاهین سرش به کارش گرم بود و چون من از او خواسته بودم که دیگر خلبانی را کنار بگذارد، او نیز کنار گذاشت و شروع به تدریس کرد. بدون سر و صدا و جشن با یک دختر 19 ساله که خواهر یکی از دوستانش بود ازدواج کرد. البته من در جریان ازدواجش بودم، اما گفت به احترام روح برادرم و سایر خلبانانی که شهید شده اند جشن نمی گیرم. شاهین نیز از خانه ما رفت و زندگی شخصیش را شروع کرد. من و کامی ماندیم و شهرام و شایان. شهرام در دانشگاه قبول شد و شایان هم به مدرسه می رفت. شایان بیشتر از سایر فرزندانم باهوش بود و همیشه معلمینش برای او آینده درخشانی را پیش بینی می کردند. کامی نتوانست بازاری برای خود پیدا کند که با او قرارداد ببندند. کار دیگری هم بلد نبود و مجبور شد خانه نشین شود. به او گفتم نیاز نیست کار کنی، من هرچه درآوردم با هم میخوریم. البته قبول نکرد و چون گرفتار سکته قلبی شد، چند ماهی استراحت کرد و روزها جلوی مغازه ساندویچی نزدیک خانه می نشست و 2-3 نفر دیگر آدم مسن و بیکار هم به او می پیوستند و با هم صحبت می کردند. اما بعد از مدتی طاقت نیاورد و ماشینش را برداشت و شروع به مسافر کشی کرد. به او گفتم قلب تو در وضعیت خوبی نیست و ترافیک و هوای آلوده شهر تو را از پای می اندازد. قبول نکرد و همچنان ادامه داد تا اینکه مجدداً دچار سکته شد و در یک نیمه شب سرد زمستانی دنیا را وداع گفت و ما را تنها گذاشت. دومین ضربه سخت و غیر قابل تحملم را خوردم. برایم خیلی سخت بود. شایان در مدرسه راهنمایی بود. او هم به جز من و برادرانش دیگر هیچ کس را نداشت. در گذشت کامی را به زن و دخترانش اطلاع دادم و گفتم که مراسم خاک سپاری او در کجا و چه ساعتی است. درست است که ما فامیل نداشتیم، اما من و کامی دوستان خوب و زیادی داشتیم و کامی را تا خانه ابدیش بدرقه کردند. زن و دو دخترش نیز آمده بودند. من متوجه شدم که آنها به دنبال دعوا و شر پا کردن هستند. رفتم و در نمازخانه گورستان مشغول نماز شدم. در حقیقت می‌خواستم دل پردردم را هم خالی کنم که یک مرتبه دو دختر کامی وارد نمازخانه شدند و مانند گرگان گرسنه به من حمله کردند. قصد درگیر شدن با آنها را نداشتم. خودم را در اختیار آنها گذاشتم و آنها تا می توانستند با زدن من عقده دلشان را خالی کردند. مادرشان هم در گوشه ای ایستاده بود و تماشا می کرد. سرانجام چند خانوم که برای نماز به نمازخانه آمده بودند مداخله کردند. آنها را از نمازخانه بیرون راندند. من با سر روی خونین از نمازخانه بیرون آمدم. بچه هایم با دیدن من با آن وضع متعجب شدند. هرچه سوال کردند چه اتفاقی افتاده جوابی به آنها ندادم، اما سرانجام خودشان فهمیدند. وقتی فهمیدند که آنها رفته بودند. البته من نمیخواستم آنها با هم درگیر شوند و خیلی زود از آن مسائل رد شدم. حالا سالهای سال است که من در آن خانه با شایان و یاد کامی زندگی می کنم. شهرام هم دکترا گرفت و با یکی از همکلاسی‌هایش ازدواج کرد و زندگی جداگانه‌ای برای خودش ترتیب داد. شایان دانشجوی رشته پزشکی است و من هم بازنشسته شدم. گاهی به زیارت امام رضا می روم و گاهی سری به دوستانم می زنم و زندگانی را می گذرانم. پایان داستان عشق و خیانت.